أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليطربن بخمرهن على جيوبهن صدق الله العظيم خدمت همية بن النقان عزيز خوهر وبرادر در السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته امیدوار هستیم در هر جایی که هستید صحتمند و کامیاب و سرفراز و سربلند باشید الله تبارک و تعالی با آن چیزی گفته می شود به همه ما توفیقی عمل انایت بفرماید بس روزی ما در مورد جایگاه چادر از دیدگاه دین مبین اسلام و قضیه امامه و یا لونگی هست باز در یکی از دو روزها جنجال برانگیختند ادی از مستشرقین دین ستیزان کسایی که خود را روشن فکر جلوه می دهند کسایی که فکر میکنند کنند برهنگی تمدن هست کسایی که فکر می کنند عدم رعایت کردن حجاب یعنی تمدن پیشرفت فرهنگ است باز تاختن برای حجاب زن مسلمان به لونگی مردان مسلمان انسان تعجب میکنه که ما در جامعه زندگی می کنیم که هر روز صدها انسان و مسلمان به قتل می رسد جوانان ما به خاک و خون کشانیده می شود مادران ما در بالین غم نشانیده می شون. هر روز اطفال این مملکت یتیم می شوند بی سرپرست می شون. به داغی، بی دوری پدری و مادری می سوزن. ولی یک عده از افراد می با اعتقادات مردم ما به فرهنگ مردم ما، به رسم رواج مردم ما, ما تعرض می کنند و باز بعد فکر میکنن که اینها از جمله انسانهای روشنفکر روشن فکر یا انسان متمدن هستند. شما در دیروز تا پریروز روز شاید در صفات مجازی کسایی که دسترسی داشتید دیدید که خانم محترم بگیم برش بی حرمتی نمی کنم بی احترامی نمی کنیم چون در فرهنگ ما در قاموس ما در عقیدی ما در دین ما در تربیت ما چیزی به اسم بی ادبی و توهین به دیگران نیست چون اگر ما هم مثل اونها بی ادبی بکنیم و توهین بکنیم پس فرق بین ما و اونها نیست آمد و به اصطلاح لونگی مردان افغان گرفت به دار و چادر زن مسلمان را کردن و, و بعد طوری جلبه دادن که گویا یک نماد از افرادگری و افرادگرایی هست در افغانستان یا به تعبیری دیگر اینها در پیش خود خان خودشان فکر میکنن که کسایی که از لونگی استفاده میکنن یا از چادری استفاده میکنن اینها افراد عقب مانده جامعه هستند یا به تعبیری دیگر اینها رو به نام افرادگرا جلوه میدن یعنی اینا کسایی هستن که افرادگر هستن تون رو و یا تشددگر هستن در قضایه دینی خیلی جالب هست من پیامم به او خواهر عزیزم تو کسی که ای اعتراض کردی و به اصطلاعی یک تمثیل رو یک نمایش گذاشتی و چادر رو آوردی آویزان کردی و لونگی رو آوردی اول پیامم برای خودی است که ای توهین بر مردم نیست ای توهین بر فرهنگ افغانی ها نیست ای توهین به پدر و مادر خودیت هست برو یک بار سوال کن از پدر بزرگیت از مادر بزرگیت اگر اونها افغان هستن و در افغانستان زندگی کردن ای توهین که تو با این لونگی بیا امامه ای مردان افغان کردی ای توهین بر پدر کلان خودیت هست ای توهین پدر خودیت هست ممکن پدر کلان خودیت از لونگین استفاده کرده یا ای توهینی که تو بری چادر کردی ای چادر نماد از افراطیت و نماد از ظلم و ستم و تعدی و تجاوز در حق زنان و مسلمان دا افغان دانستی مادر خودت ممکن چادر استفاده کرده باشه مادر کلان خودت اگر مادرت استفاده نکرده مادر کلان خودت ممکن چادر استفاده کرده باشه پس مادر کلان یک انسان عقب مانده یک انسان افرادگرا یک انسان دور از تمدن به فرهنگ و ثقافت بوده در حالی که چنین نیست خواهر عزیزم راه که تو میروی به ترکستان است شما اگر قدم بردارید این ملت امروز میدانه میفهمه که از کجا آب میخورید از کجا تمویل میشوید این حرکات های نمادینی که شما امروز به نمایش میگذارید اینها به خاطر چی هست امروز میدانند مردم این قرن قرن 21 است مردم آگاهی پیدا کرده همه رسانه ها در دسترس همگانی قرار داره همه اکثریت این مردم میدانن، ولی به جایزی که ای برخوردار میکنید چرا احترام با ای فرهنگ نمیذارید ما سالها مدتها قرنها آبا و اجداد و نیاکان ما بر فرهنگ حرمت قال شدن او بحثی که آیا چادری از دیدگاه اسلام چی حکمی دارد و لونگی از دیدگاه اسلام او سر جای خودش سر جای خودش هست چادر عزت زن مسلمان است، افت زن مسلمان است، وقار زن مسلمان است، حیثیت زن مسلمان هست، آبرو به عزت زن مسلمان هست او سر جای خودش است ای که لنگی شخصیت مرد است ای که لنگی عزت یک مرد است استفاده می کنند طبق فرهنگ خود ما انات خود ما این سر جای خودش ولی من اگر لنگی استفاده نمی کنم حق ندارم برای لونگی دارای دیگر توهین بکنم ما اگر از امام استفاده نمی کنم حق ندارم برای امام داران دیگر توهین بکنم چون فرهنگ ماست حالا بس سنت و مستحب بودنش سر جای خودش هست او جایگاه خود رو داره ولی این حق قر نداره که تو بیای بگی لنگی نمادی از افراطیت است و این چادر نمادی از افراط گرایی است یا ظلم و تعدیس در حق زنها باز هم به یک شعر میرسیم شعر زیبایی در وصف چادران مادران و خواهران عزیزی ما من یقین دارم باور دارم ایمان دارم او خواهر به مادری که امروز در خارج زندگی میکنه یا در داخل زندگی میکنه عقیدی وزو مهر و محبتی وزو گره خورده است با چادر درست است اگر استفاده نمی کند ولی توهین هم نمی کند بی حرمتی هم نمی کند حد اقل احترام و متقابل رعایت میکنه و با باز اگر ما صحبت کردیم سر و صدای شما بلند میشه که والله اینا مولاهای افرادگر است و اینا فلانی ها هستند و اینا از کجا آب میخورن و اینا پاکستانی هاست و اینا فلان و فلان هزارها تهمت رو باز به با ما میزنیم که چرا گفتیم چرا جواب ما دادیم چرا در برابر جواب ما شما استاد شدیم و اگر سکوت کردیم نگفتیم چیزی باز سر و صدای شما بلند میشه که والله ترسیدن و اینا نگفتن و چرا این حقایق را پنهان کردین این پیام به خاطر است برای کسایی که هر روز انگشت انتقاد دارن سر ما چرا در مورد انتحار نگفتی در مورد انفجار نگفتی در مورد قتل نگفتی در مورد بچه‌بازی نگفتی در مورد فلان در حالی که در کلی این موارد ما برنامه داریم برید در یوتیوب یک دفعه سر بزنید ببینید که هست یا نیست گفتیم یا نگفتیم اگر نگوییم هم شما انگشت انتقاد میگذارید اگر بگوییم هم انگشت انتقاد میگذارید ولی به هر حال هیچ کسی حق نداره به فرهنگ ما و انعنات ما و کلتور ما و رسم رواج ما توهین و اهانت بکنه در کشورهای دنیا فرهنگ های مختلفی است هر کشور از خود یک آدابی دارن رسم و رواجی دارن فرهنگی دارن ممکن بسیار از کشور هستن که لونگی استفاده نمیکنن چادری استفاده نمیکنن زنان و مسلمان به جای ای چادری که ما در افغانستان استفاده میکنیم نوع دیگری پوشش حجاب را رعایت میکنن با مردان ممکن یا از کلا استفاده میکنن یا به اصطلاح شاید از چلتار استفاده میکنن یا هیچ استفاده نمیکنن خلی این فرهنگ ماست حق نداره کسی به این فرهنگ اهانت بکنه گرچه که ما در مسائل روایات دینی هم داریم که ایده از ما به این نظر هستند که لومی است ولی همون نظر اعتدال است که مستحب است یک امور مستحبی و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم استفاده کرده کسی که بنیت سنت استفاده میکنه کار خوبی است الگوی ما نمونه ای که خدا برای ما انتخاب کرده ما از او پیروی بکنیم پیامبر هست نه دنیای شرق و غرب ما مسئولیت ما وجیبه ما در برابر عقیده و دین و آرمان ما است که از خط محمدی پیروی بکنیم صلی الله علیه و سلم اگر میخواید رستگار بشوید عزت پیدا کنید جایگاه پیدا کنید به محمد برسانخیش را که دین همه اوست انسانیت اخلاق ادب تربیه همه چیز را وقتی در اسلام نگاه میکنید دستاورد بزرگترین فرد بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هست ما با او فخر میکنیم افتخار میکنیم حالا درست است من لونگی استفاده نمی کنم ولی حق ندارم برای کسایی دیگه که لونگی استفاده میکنن توهین بکن درست است ممکن بسیار خواهران ما چادر استفاده نمی کنن ولی حق نداری برای او خواهر که چادر پوشیده تو توهین بکنی یک شرر می خوانم ان که پیامر خواهران عزیز ما گرفته باشن چون خیلی از خواهران ما با قضیه جریه دار شدن خیلی از مادران ما رنج میبرن چرا به ما توهین میشه هر روز به چادر ما یک روز به دست مال سر ما به چادر ما به لباس ما به انعنا اهانت میکنن ای کار که هم کسایی میکنه که خودشان رو روشن فکر جلوه مستشرقینی هستن که رفتن نکات پیدا میکنن میان رویزی انگوشت میگذارن فکر میکنن مردم نمیدانن اگر برهنگی نماد از عزت میبود اگر بی نماد از تمدن و عزت میبود پس حیوانات از همه متمدن تر هستن چون لخت هستن لباس ندارن لباس چیزی هدیه الهی است الله از آسمان میگه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یوار سوئاتکم وریشا فرزندان آدم من الله به شما لباس دادم این هدیه هست هیبه الهی است درست است در بسیاری از موارد فرهنگ های مختلف مردم به شکل های مختلفی استفاده میکنه ولی در هر کشوری که مردم به همون ترتیبی که از استفاده میکنه رسم و رواج اونهاست عرف اونهاست انعنات اونهاست باید به او حرمت قائل بشویم شاعر چی زیبا میفرماید در وصف چادر بشنو از چادر که در توصیف زن تار پودش با تو میگوید سخن تار پودم از شرافت تافته تا شرافت را به اسمت بافته در کلاسی حفظ و تقوا و شرف دختران دورن چادر چون صدف زن مثال دور است نیاز به محافظت داره از دست ای گرگان درنده از دست ای خس و خاشاک که سرش رایش نشسته هستن بهترین سرمایه زن چادر است زن که زیب و زینتی زن چادر است زیبایی زن مسلمان شخصیت زن مسلمان تفکیک شدن بین زن مسلمان و زنان بی بندوبار و بی همون چادرش است گرچه که چادر را مختلف استفاده میکنن هر کسی به یک نوعی استفاده میکنه ولی به هر هیچ کسی حق نداره برش اهانت بکنه حفظی چادر در سرای اقتدار دختران را هست تاجی افتخار ای چادر فخر زن مسلمان است ای هجاب عزت زن مسلمان است هیچ کسی حق نداره برای اینها تعرض بکنه و توهین بکنه یک روز اینا رو بدبو میگیم و یک روز اینا رو عقب مانده میگیم و یک روز اینا رو افرادگرا میگویید اما اگر کسی به مقابل شما استاد شد حرفی زد باز شما فکر میکنید که اینها اینها کردلان و عقب ماندگان هستند نه همه مسلمان ها امروز میدانند از و نیرنگ ها به کسب و کار شما که شما چی میکنید حفظ چادر حفظ دین و مذهب است شیوه ازواج پاک احمد است او زن مسلمانه که چادر استفاده میکنه حجاب خودش را رعایت میکنه عقیدهش حفاظت کرده عزتش حفاظت کرده دینش حفاظت کرده سرمایه وجودیش حفاظت کرده حفظ چادر حفظ دین و مذهب است شیوی ازواج پاکی احمد است همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم استفاده کرده حفظ چادر چار سازی الله اکبر حافظی گل از حجومی خار هاست شما در حقیقت خارهایی هستی سر رای زنان مسلمان به دیگه شیوه نمیتونید دسترسی پیدا بکنید میخواهید با برهنه کردن زنان مسلمان و برداشتن حجاب و عزت و شرف زن مسلمان با خواسته های نامشروعیتان برسید کور خواندید اشتباه گرفتید من معتقدم که ما مادران داریم که چادر او به حیثیت صلاح او را داره حجاب زن مسلمان صلاح زن مسلمان است عزت زن مسلمان است شرف زن مسلمان است هجاب زن مسلمان یک امر معمولی نگیرید حجاب فریزه الهی است هجاب دیانت زن مسلمان است هجاب صداقت زن مسلمان است حجاب افت زن مسلمان است حجاب عزت زن مسلمان است حجاب هویت زن مسلمان است حجاب معرفت زن مسلمان است با الله حجاب شجاعت زن مسلمان است حجاب تعهد زن مسلمان در برابر الله و رسولش هست حجاب حفاظت زن مسلمان است از دست گرگ درنده و خس و که سر رایش است حجاب امنیت زن مسلمان است حجاب فضیلت زن مسلمان است حجاب کرامت زن مسلمان است حجاب دیانت زن مسلمان هست، حجاب زیبایی است برای زن مسلمان شما چی فکر کردید خودید اگر هر قسمی که روان استی به هر ترتیبی ولی این حق نداری برای دیگران توهین بکنی هر زمانی که دیگران برای در حق زبان دراز کردن تو هم حق داری این مردم امروز بیدار است دانا هست آگاه هست همه چیز را می دانن می برادران عزیز و بزرگوار خواهران عزیزم معیوس نباشید با حرفی افراد غمگین نباشید طول تاریخ بشریت که برق ای تعرضات وجود داشته این حمله ها سر چادر زن مسلمان وجود داشته اولین حمله شیطان سر لباس مسلمان بود انسان بوده اینها اول لباس تعزید میگیرن بعد سرمایه وجودی تعزید ولی فرصت ندهید برای اینها اجازه ندهید برای اینها الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید بگو ای پیامبر برای مردان مؤمن که چشمانشان را فرو ببندن از نگاه کردن به نامحرم و بعد میگه بگو برای زنان مؤمن که چشمانشان را فرو ببندن دنبال ناموس مردم نگاه نکنن و بعد چی زیبا میفرماید ولا دین زینتهن الا ما ظهر منها زن مسلمان حق نداره زر و زیور و زینتش آشکار بکنه مگر او چیزی که خلقتا ظاهر است مثل صورتش دستایش و این زینت از چی می در وجود زن مسلمان چادر زن مسلمان این زینتش حفظ میکنه و لیطربن بخمورهن علا جیوبهن باید بیندازن چادرایشان را به سر صورت و سینه ایشان تا معلوم نشود زر و زیورات وجودشان برای گرگان درنده این ملت اینها اعتقاد دارند باور دارند به خدا و رسول چهار نفر زنی که فریب خورده امروز میتازن هر روز به نام دموکراسی و حقوق زن و دفاع از فلان و فلان و فلان مگر شما کورید نمی‌بینید روزانه صدها نفر کشته میشه چرا از حق اینا دفاع نمی‌کنید؟ مگر شما نمی بینید چه جنایاتی دیگری در این مملکت انجام میشه چرا از او صدا بلند نمی‌کنید در برابر این جنایاتی دیگر به واسط ادعای اسلام هم دارن ما مسلمان هستیم الحمدلله مسلمان کسی است که سر تسلیم فرو گذارد در برابر فرمان الهی نمازش قبول داری روزهش قبول داری حجابش قبول نداری جایی که به نفعیت بود قبول داری جایی که به ضررت بود قبول نداری حالا اینجا اسلام گرایی کرده علی عزو بالله الله خالق ماست او چیزی که در حق ما او فیصله کرده انسان باید تسلیم بشه بد در برابر الله و ما الحمدلله امروز میلیون ها انسان و مسلمان داریم در افغانستان اکثریت ولایاتی داریم که در اونجا در شهر و در اطرافش مردم ما از لونگی استفاده میکنن برادران عزیز ما لونگی نماد شخصیتی اوناست عزتی اوناست او رو محترم میشمرن مردم و حیثیت بزرگان خود قبول دارن و زن با حجاب چادری پوشر مردم احترام میکنن و تو هر روز شعار میدی که هر چی فساد از زیر چادری است و یک روز به ریش میتازی و یک روز به لونگی میتازی و یک روز چادر میتازی دیگه مردم آگاه شده فریبی حرفای شما رو نمیخوره مردم خبر دارن حال میدانن ولو اگر او خواهری که از چادری استفاده نکنه ولو او برادری که از لونگی استفاده نکنه ولو او برادری که ریش نمیگذاره ولی احترام داره برای اونها چون نماد از فرهنگ دینی اونهاست اعتقاد و باور اونهاست فرهنگ کشور اونهاست برزو حرمت میگذارن بنابراین اگر میخواید که شخصیتتان حفظ بشه دوباره در مثال دینی تعرض نکنید برایت کار دانا بکنید سال یک مرتبه یک سر و صدا رو بلند میکنید ببینید این ملت به خواب است یا بیدار مردم بیدار هستن مطمئن باشید با این های شما با این سر و صدا های شما کسی فریب نمیخوره دیگه مسلمان به خاطر دفاع از عقیده و ارزش های اسلامی خود حاضر از جان مال همه هست و نیستی بده میلیون شهید دادیم ما در این مملکت به خاطر عزت به حفظ به عزت به آبرو به زن مسلمان به خاطر حفظ ناموس حفظ عراضی حفظ دین عقیده آرمان خون این شهدا را پایمال نکنید به خون این شهدا دیگه تعرض و نکنید هزارها جوان مسلمان بوده که شهید شده تا خواهرش در امن و امان بمانه پدران بودن که جام شهادت نوشیدن تا فرزندانش در امن و امان بمانه در عزت و افت به پاکی زندگی بکنه و امروز بی شرمانه میای استاد میشه میگه حجاب نماد از افراد گرایی است تو افراد گرایی رو میدونی افراد گرایی یعنی چی افراد گرا مثل شماست که در حق مردم تعرض میکنید شما کسانی هستید که آزادی رو زیر سوال میبرید و زیر پا میکنید شعار آزادی و الا اگر نه آزادی به این معناست که هر کس هر قسمی که حق داره زندگی بکنه طبق فرهنگ و شعار خودش رفتار بکنه در مملکتی که زندگی میکنه طبق اصول و قوانین و فرهنگ او کشور زندگی میکنه این مردم از خود فرهنگی دارن این مردم از خود کلتوری داره این مردم از خود رسم و رواجی داره هیچ کس حق نداره بر فرهنگ ما تعرض بکنه امیدوار هستیم در هر جایی که هستید برادران و خواهران عزیزم اگر پیام ما را شنیدید برای دوستانتان به اشتراک بگذارید تا همه واقف شوند از این نیرنگ ای ها و از این چلو فریب این تا دوباره فریب این نخورن بازم تکرار میکنم درست است بسیار از خواهران ما چادر استفاده نمی کنن. بسیار از برادران ما لونگی استفاده نمی کنن. بسیار از جوانان ما ریش نمی گذارن. اما حرمت به احترام دارن توهین نمی کنن. تحقیر نمی کنن. معنای احترام متقابل همیست تو اگر بی چادر می گردی چادری دار حق نداره بر توهین بکن بلکه باید تو را راه راهنمایی بکنن از جایگاه و عظمت چادر برای صحبت بکنه. الله تبارك وتعالى بحمى ما توفيق من انوات بفرماید موفق و مؤید و سربلند و السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته